باشه و تا حاکمیت قانون بدون تبعیض باشه. احمد توکلی گفته است محمود احمدی نژاد گزافه میگوید. اعتراض این نماینده که همزمان ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را هم بر عهده دارد به نحوه عملکرد دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست. مجلس نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تصویب کرده، اما به گفته احمد توکلی دولت با وقاحت تمام از اجرای فوری آن سر باز می‌زند. دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از مجلس بودجه 135 هزار میلیارد تومانی درخواست کرد برای اینکه پرداخت یارانه به مردم را ادامه دهد، اما مجلس حدود نیمی از این بودجه را در اختیار دولت قرار داد. مجلس میگوید اگر بودجه مورد نیاز دولت را تصویب کند، هر چند پول بیشتری به عنوان یارانه به مردم پرداخت می شود، اما در مقابل گرانی و تورم چند برابر خواهند شد. حالا دولت هم میگوید با این بودجه مصوب مجلس عملا نمیتواند هدفمندی یارانه ها را پیش ببرد. امیدوارم که ما بتونیم قدردان نعمت ملت ایران باشیم و اون خودداری دولت از اجرای مصوبه مجلس موضوع اختلاف چند ماه گذشته بین این دو نهاد است. رئیس جمهوری ایران تا کنون از اجرای برخی قوانین مصوبه مجلس خودداری کرده. مجلس از این رویه احمدی نژاد ناراضی است و حتی برخی از نمایندگان منتقد او تخلفاتی چون اختلاس 3000 میلیارد تومانی را ناشی از بی‌توجهی دولت به قانون می‌دانند. مسئولین ماست، این مردم ما هستند، این قوانین ما، این دستگاه‌های ما و این ساختارهای ما. مصطفی پور محمدی از حامیان سابق احمدی نژاد و وزیر کشور در دولت قبل او. او هم مانند احمد توکلی این روزها از منتقدان دولت است و در مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور فاش کرد که محمود احمدی نژاد برای پنهان کردن موضوع اختلاس 3000 میلیارد تومانی تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده است. در هفته‌های اخیر و در دادگاه رسیدگی به اتهام عوامل اختلاس 3000 میلیارد تومانی، نام برخی از نزدیکان محمود احمدی نژاد و اعضای کابینه او به عنوان کسانی که با متهمان در ارتباط بودند ذکر شده است. هرچند که محمود احمدی نژاد این اتهامات را رد می‌کند. بازرسی کل کشور، دیوان چی؟ محاسبات، دیوان عدالت، دستگاه قضایی، کمیسیون ها، هیئت رئیسه، هیئت مرعوسه، همه نظارت، هم حرف میزنن ماشام. یه رئیس بازرسی کل کشور هر روز راه میره فوش میده به دولت. فوش. اما کسی جز خدای متعال بر مجلس نظارت نمی کنه. قانون اساسی ماست دیگه، شاید هم نقصش باشه. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.